درود و احترام و اظهار خرسندی از اینکه مجال دیگری دست داد که این هفته هم در خدمت شما باشیم و برنامه امروز رو تقدیمتون کنیم. برنامه امروز شامل دو گفتگو خواهد بود با دو شخصیت برجسته ایرانی در مورد دو موضوع گوناگون. امروز صحبت میکنیم با آقای دکتر حسین باقرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و همچنین گفتگویی خواهیم داشت با آقای مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر سیاسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌های برکلی و کلمبیا. قبل از اینکه به جزئیات برنامه بپردازیم، تأملی کوتاه می‌کنیم و در خدمتتون خواهیم بود. بینندگان گرامی، اخیراً خبرگزاری رویتر به انتشار مقاله‌ای مستند و تحقیقی دست داده که در واقع صحبت از افشای یک راز سر به مهر بوده با عنوان ثروت آیت الله که در سطح جهانی انتشار پیدا کرده. این مقاله محصول کار سه روزنامه نگار این خبرگزاری است با نام‌های استیو استکلو و بابک دخانپیشه و یگانه ترابی. در باستاب به این مقاله و نوشته از آقای دکتر حسین باقرزاده در سایت‌های مختلف ایرانی چاپ شد که نظر بسیاری رو جلب کرد و در این رابطه ما با آقای دکتر باقرزاده صحبت کردیم. عنوان مقاله آقای باقرزاده امپراتوری مالی خامنه‌ای و محمد باقر شفتی است که ازتون دعوت میکنم به اون توجه بفرمایید. جناب آقای دکتر باقرزاده، بسیار بسیار خوشحال و سپاسگزارم که فرصت دیگه دست داد که با هم گفتگویی داشته باشیم. خواهش میکنم. منم بسیار خوشحالم که در این پورتال اختیار شما هستم و با شما و بیندگانتون صحبت میکنم. آقای دکتر، حدود 10 روز پیش فکر میکنم بود که مقاله یا مطلبی منتشر شد که از طرف رویتر بسیار مستند و پرده برداشت از چهره یا از یک سازمانی که در ایران وجود داره به نام ستاد اجرایی فرمان امام و ثروت
هنگفتی که در اون نهاده است و اندوخته شده 95 بیلیون دلار میلیارد دلار که رقمی است که گفته میشه 40% از بیشتر از درآمد نفت در سال گذشته بوده. و شما مطلب بسیار جالبی نوشته بودید که با عنوان امپراتوری خامنه‌ای و محمد باقر شفتی، که من در ابتدا ازتون خواهش میکنم اگر ممکنه یک شمه، یک خلاصه ای از کل مطلب بفرمایید تا من پرسش های بعدی با شما مطرح کنم. بله، اشاره شما کاملا درست، گزارش رویتر در اومده، همجا پخش شده، کلنتر صدا کرد به خاطر اینکه این گزارش برای اولین بار از یکی از نهادهایی که تحت کنترل کامل آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است پرده برداشت و زوایا و ابعاد این بنیاد رو روشن کرد. بنیادی که با الان سرمایه‌اش هم اکنون 95 میلیارد دلار تخمین داده میشه و هیچ مشکل کردید بیش از 60% بیش از درآمد نفت ایران در سال گذشته بوده، بسیار مؤسسه پرقدرتی است. این مؤسسه یکی اینکه دو تا چیز جالب در این گزارش بود که در من قابل توجه، شما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران در رده های بالا در حال کنترل بسیار از نهادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی رو در اون تحت کنترل آقای خامنه‌ای هست. تحت نهادهای سیاسی و نظامی سپاه پاسداران و از این برم انواعی که نهادها شامل میشه. ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی ایران حداقل بنیادهای چند بنیاد پرقدرت اقتصادی را هم داره که اینها از حسابرسی عمومی کشور خارجن، مثل بنیاد مستضعفان و چند مورد دیگه که اینها تحت نظارت آقای خامنه‌ای است و مجلس شورای اسلامی اینها را از نظارت مستقیم ادارات حسابرسی معاف کرده. ولی در مورد این ست نهادی که اشاره کردید، استناد بر اجرای فرمان امام، این دو تا نکته داشت که با سایر موارد فرق کنه. نکته اول اینه که این نهاد تا به حال به صورت رسمی اعلام نشده، یعنی به اونجا مطرح شده نامش به خود کسانی که در کارشون با این نهاد بوده، که بیشترشون کسانی بودن که اموالشون این نهاد مصادره کرده یا به صورت دیگه پخش کرده، اینها سر کارشون با این نهاد افتاده و از این نهاد اسم شنیدن و دیدن میکنه. به الا غیر از این نهاد هیچ جا به طور علمی و رسمی نمیاد خودشو معرفی کنه. مثلا در گزارش اومده که در رسمی این نهاد خودش آدم رسمی نداره یا اسمش به طور رسمی مطرح نمیشه. و مثلا وقتی که یک آگهی در روزنامه چاپ میشه، آگهی مثلا مظاهره که میخواد این متر رو بفروشن، اونجا سی آی تشکیل تلفن کنید به اون شماره داده میشه، بعد اونطور میتونید که جواب بدید اینجا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. یعنی نهاد به صورت مخفی داره میشه، نهادی که به طور علمی و رسمی مشخصاتش در دستور عمومی نیست. نکته دوم اینه که منبع این درآمد و این سرمایه هنگفتی که این نهاد در طول سالیان هم باشده، بیشتر از طریق مصادره اموال کسانی که در حال به نحوی مورد مخالفت با جمهوری اسلامی بودن، حالا به دلایل عقیدتی مثل نمیدونم بهائیان امثال و هم به دلایل سیاسی مثل مخالفان جمهوری اسلامی ایران که ترتیبات هم کردن رفتن بکردی و دسترسی از اموالشون ندارن به اموالشون ندارن، اینها رو به انواع مختلف میگیرن، مصادره میکنن به عنوان اموال بلا صاحب و در این بنیادی بنیاد این سرمایه هنگفت عمدتا از طریق ضبط و ثبت و مصادره اموال کسانی دست آمده که جمهوری اسلامی ایران اینها رو دوست نداره و اینها رو به صورت مختلف تحت قرار داده، یا به دلال سیاسی که باید افراد روشون رفتن، یا به دلال عقیدتی. و برحال به این دلایل این افراد مجبور شدن سرمایشون رو بگذارن و برن به این حال اینها رو عرضه کرد. بنابراین این دو تا مشخصه این نهاده که با سایر نهادها فرق میکنه. و حالا میرسیم به ابعاد مسئله که این نهاد با این سرمایه‌گذاری
چطوری تونسته کار کنه و تحت کنترل شخص آقای علی خامنه قرار بگیره و به چه اسناد چه قانون یا به حال به اسناد چه رابطه ای این کار انجام کرد زده من خودش قابل توجه. با این حساب آقای خامنه‌ای شاید یکی از ثروتمندترین مردان دنیا هستش و در این مستند آمده که این ثروت رو بیشتر به خاطر محافظت خودش و اطرافیانش داره به مصرف میرسونه. حالا این تصور به وجود میاد که آقای دکتر ایران با این ساختاری که شما فرمودین، با این غنیمت گیری، با این چپاولی که شده، در واقع کشوری است به غنیمت گرفته شده و هیچ ارتباط ارگانیکی بین دولت و مردم نیست و کاملا اون مسئله خودی و ناخودی کاملا اجرا میشه در اون مملکت و تنها رابطه مردم و دولت زمانی است که اینها بخوان بیان سرکوب کنن مردم رو یا به قول شما اموالشون رو بگیرن. آیا واقعا راهی برای مقابله با این غول قدرتمندی که این همه قدرت گرفته وجود داره؟ ببینید، این قدرت ناشی از اون به اصطلاح موقعیت سیاسی است که آقای خامنه‌ای در کشور داره. چون به عنوان وزیر مطلقه فقیه اینجا نشسته و تمام قدرت در اختیارشه، کسی است که به هیچ مقام پاسخگو نیست و همه باید به او پاسخگو باشند، کسی است که میتونه در هر مسئله کشوری دخالت کنه، کسی است که میتونه در قوه اجراییه، قوه مالیه، قوه قضاییه و قوه مقننه دخالت کنه و اینها رو بازار کنه که دور بنیاد عمل بکنن. ما شاهد این بودیم که در مورد مجلس شورای اسلامی حتی در دوره اصلاح طلبان ایشون با یک حکم ساده اصلاح طلبان رو از ورود به یک لایحه‌ای که مربوط به مطبوعات بود منع کرد و این باعث شد اینا نتونن این کار انجام بدن. قوه مالیه که کاملا خودش مطیع آقای خامنه‌ای میدونه و سعی میکنه که تا اونجا که ممکنه هر کار انجام بده مطابق با نظرات ایشون باشه، و قوه قضاییه که اصلا منصوب مستقیم خود ایشونه، یعنی رئیس قوه قضاییه رو ایشون منصوب میکنه. اون هم کسانی مثل آقای لاریجانی، راشد صادق لاریجانی که مشخصا بعد اعلان میکنه که من فقط تابع دستور مقام رهبری هستم. بنابراین کسی که با قدرت اینجا نشسته و تمام این ارکان مختلف کشور رو کنترل میکنه، طبیعی است که وقتی به مسائل مالی هم برسه بایستی این آزادی عمل رو داشته باشه و این آزادی عمل از طریق این نهاد و امثال هم در اختیار چی گذاشته میشه. ایشون میتونه از این نهاد برای تقریبا هر مسئله که بخواد استفاده کنه. البته دروشتر میگه که ما طلبی پیدا نکردیم که ایشون استفاده شخصی ببره، ولی استفاده شخصی لازم نیست. ایشون به حال زندگی خود رو انجام میده و در این حال وقتی کنترل این نهاد دستش باشه میتونه برای هر مسئله از این نهاد یا نهادهای مشابهش بهره برداری کنه، چه برای سرکوب مخالفانش در داخل کشور باشه، برای سیطران گیرخارانش و امثال هم باشه، چه برای ماجراجویی در خارج کشور باشه و این به نمیدونم به عواملشون در کشورهای دیگه مثل لبنان و سوریه و نمیدونم عراق و جاهای دیگه. بنابراین ایشون دستش خیلی باید اینطور انجام بده. متاسفانه تا این سیستم نظام وجود داره راهی من فکر می کنم که بشه برای کنترل آقای خامنه‌ای به دست آورد. آقای خامنه‌ای این مقام رو به عنوان ولی فقیه اشغال کرده. ولی فقیه هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات مطلق ازش یاد شده که ایشون اختیارات مطلق داره. مطابقت که این قانون و این نظام و این سیستم به سر کار هست، طبیعی است انتظاری که ایشون بیاد و تابع سیستم قوانین و مقررات کشوری باشه و خارج از این هم نتونه کار انجام بده انتظار خیلی به اصطلاح واقع بینانه ای نیست. و متاسفانه کسانی که فکر میکنند که از طریق اصلاح نظام به تدریج میشه این کار انجام داد، من فکر میکنم دلایلش بسیار روشنه که این کار به نتیجه نمیرسه و از طریق اصلاح نظام نمیشه این اصل اساسی نظام رو که آقای خامنه‌ای مظهرش هست تغییر داد. تا داریم چی تغییر داد نظام رو یا به صلاح انجام داد،
که به دامان و قوایشون بر نخوره و مرگ اونجا برسه که کسی پا دست اونه به روی مواردی که ایشون درشت تبرخ میکنه مثل نهادهای از این قبیل. من فکر میکنم که اونجا دیگه منطقه ممنوعه هست بیش از نمیتونه وارد بشه. آیا پایان زندگی خامنه ای پایان تمام رنج ها خواهد بود با تفاصیلی که شما دادید؟ خب همه در واقع یک رول محوری و یک پیکره اصلی نظام هست و تمام اختیارات رو در دست داره. اگر زمانی نباشه فکر میکنید که این نظام بلافاصله فرو میپاشه؟ در حال این احتمال وجود داره، چون در نظامی که متکی به فرد باشه و همه راه ها به یه فرد متکی بشه طبیعی است که با رفتن اون فرد خیلی از اون به اصطلاح سیستم هایی که داره باش بودن اینها دچار مشکل میشن، یا اینکه یا باید سعی کنن به سرعت به جای سالی اون فرد رو پر کنن و اون رو خودی پر کنن که بتونه به همون روشنه ها بده، مثل موردی که در طور آقای خامنه‌ای عمل شد. چون بعد از فوت آقای خامنه‌ای میدونیم که با یک به صلاح افتخاری میشه گفت یا به هر حال با یک توطئه‌ای که درش چند نفر بیشتر دخیل نبودن مثل آقای هاشمی رفسنجانی و احمد خامنه‌ای و شاید احتمالا دیگه یک نفر دیگه ایشون رو تونستن با نام علیه فقیه جای آقای خامنه‌ای بنشونن. خیلی سریع کار انجام دادن که مملکت دچار مشکل نشه به لحاظ سیاسی و در حال به لحاظ رهبری یا قدرت و کنترل قدرت. طبیعت اگر ایشون هم فردا مثلا دلایل در مقام کنار حذف بشه یا ممکنه این روش ها رو بخوان اعمال کنن، ولی من فکر کنم شرایط الان طوری است که با شرایط بعد از فوت آقای خمینی خیلی فرق، یعنی سطح آگاهی مردم به فساد و در حال بیهودگی و کوچی این حکومت فقط رسیده که شاید راحتی نتونن با راحتی این کار رو انجام بدن. و بعد علاوه بر این ما میدونیم که در داخل خود ساختار قدرت در ایران برخوردها و کشمکش های زیادی بین جناح‌های مختلف وجود داره. این جناح ها شاید نتونن به راحتی بر سر جانشینی آقای خامنه‌ای توافق برسن. ولی اینو من اشاره کنم اگه زدید یک توضیح من اینجا بدم که ایران آقای خامنه‌ای وقتی به عنوان ولی فقیه اونجا نشسته تمام ساختار جمهوری اسلامی ایران و این که ولی فقیه به عنوان حاکم شهر این کار انجام بده ایشون به استناد این حاکم شهر بودن که این انبار رو تصرف میکنه. من در مقاله که شما نام بردید یه اشاره کردم به سابقه دیگه ای که از این حدیده در بله بله محمد باقر شفتی بله شفتی بله طلبه جوان بیدون بیبداعتی بود که بعد به تردید وارد حوزه روحانیت شد و که در اصفهان بودیم اونجا بعد از اقراض صفویه ایران به صورت مدتدی به صورت اداره نمیشد، به صورت پراکنده اداره میشد و در هر شهر و ولایت ایالت کسی وزیرسی میتونست قدرت خودش رو اعمال بکنه. و آقای محمد باقر شخصی هم که تجربه بسیار تاریخی بود در اونجا به حکومت رسید. ایشون البته اولین کسی است که اومد و حکومت اسلامی رو در ایران در پیشی از ایران برقرار کرد. این معنا که به عنوان ولی فقیه به عنوان فقیه باشه که ولی فقیه به خودش حق داد و این رو چیز کرد من میتونم به جای امام بشینم و مثل امام معصوم به اجرای حدود و احکام اسلام پردازم و بعد با همین عنوان تونست یه حکومت بسیار مخوفی رو در اونجا برقرار بکنه. از ها نفر و شاید بیشتر رو به کشتن داده، خودش گفته میشه که با دست خودش بیش از 100 نفر رو کشته بود و بیشتری رو همچن را بوده بود و با این حکومت ترس و وحشت ایجاد کرد. یه کاری که انجام داد این بود که با استناد به همین موقعیت و اختیار خودش شروع به مصادره اموال دیگران میکرد. کسی بود که در فاصله کوتاهی از یک فرد فقیر چیزی که حتی فضای دورشم شده داشت
بزرگترین سربالدار اون موقع این منطقه اصفهان و شهرام کشور رسید و گفته میشه که اداران دکان و نمیدونم املاک دیگری در خود اصفهان و یا دیگری رو رسته بود درام خودش صرف کنه. بنابراین من اینجا نمونه در واقع خاطر این که این نمونه به صورت محدودتری در حدود 200 سال قبل در اصفهان رخ داده و الان جمهوری اسلامی در واقع احیا کننده این گونه سنت ادامه بده. خیلی طبیعی در چنین نظامی هم سرکوب و کشتن و فیزیکی دیگه با مخالفان نظام عادی دیگه و طبیعی اجرا میشه و اجرا میشه و هم در مابعدار با آن مصادره اموال سرمایه‌داران و کسانی که به نحوی نظام باشون در نیر خوده یا اونها با نظام در نیر خوده سفتی در میشه. بنابراین سابقه کاری که یعنی سابقه کاری که آقای خامنه‌ای الان انجام داده در واقع این سابقه هم در ایران اصفهان دیگه سال قبل داشته شد. بنابراین من فکر میکنم که اشکال کار در اون اصل اساس فلسفه جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایرانه که حکومت خدایی رو میخواد برقرار بکنه در زمان امام معصوم به خودش حق میده که احکام شرع رو اجرا کنه و اجرا احکام شرع هم یک مقولش خشونت هایی است که به نام شرع اعمال میشه و این موردش هم ثبت و ضبط اموال کسانی است که در حال از طرف حکومت به عنوان افراد ناباب آقای دکتر خیلی ازتون سپاسگزارم که باز وقتی رو با ما گذروندین. امیدوار هستم که در آینده هم بتونیم مورد لطف شما واقع بشیم و بهتون شب بخیر میگم در لندن. بینندگان گرامی، پس از بی‌نتیجه ماندن نشست هفته گذشته ژنو بر سر مناقشه هسته‌ای ایران، نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی نشست دیگری را از روز چهارشنبه دو روز پیش آغاز کردند. چرا مذاکره قبلی به نتیجه نرسید و چه انتظاری از این مذاکرات جاری خواهد بود؟ عنوان گفتگوی ما با آقای مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر مسائل ایران هستش که توجه شما رو به اون جلب میکنیم. خب بینندگان گرامی، ما همیشه با این دوستی که در کنار من هست، آقای جلالی، از طریق اسکایپ با هم صحبت میکردیم به خاطر اینکه ایشون در نیویورک بودن و ما اینجا. خوشبختانه آگاه شدیم که ایشون هم سفری به شمال کالیفرنیا کردن. سفر که نباید بگم، ایشون اینجا بودن قبلن و رفته بودن نیویورک، حالا بازگشتن و ما آمدیم در کنارشون بتونیم با هم رو در رو صحبت کنیم. آقای جلالی بهتون سلام میکنم و خوش آمد به سان فرانسیسکو. من هم سلام عرض میکنم و خوشحالم در خدمتون هستم برای یه گفتگوی رو در رو. خب آقای جلالی، مسئله بسیار بسیار مهم، من فکر میکنم مسئله که بعدا تاریخی خواهد شد، این مسئله نشست ژنو هست که شما دیدم که در فیسبوک در موردش نوشتید و چندین مطلب نوشتید که آخرین مطلبتون، اگر که اشتباه کردم من صحیح تصحیح کنید، این هستش که سعی کردید از پیچیدگی این جریان، یعنی وقتی نشست قبلی به نتیجه نرسید، تعابیر بسیاری شد بدون اینکه واقعا مشخص بشه که علت چه بوده، تعابیری شد که یک کمی مسئله رو پیچیده کرد که آیا در آخرین لحظه فرانسه بود که در واقع جلسه رو به هم ریخت و نگذاشت به نتیجه برسه، یا فشار اسرائیل بود، یا شوروی بود، یا عربستان سعودی نفوذ داشت. اینها رو شما سعی کردید با کلامی ساده بگید و براش هفت دلیل آوردید. اگه ممکنه توضیح در مورد این که چطور شما فکر میکنین به این سادگی و اون حدسایی که زده میشه احتمالاً درست نیست. ببینید، در مورد کلن هر گونه مذاکره‌ای که روی میز دیپلماسی انجام میشه، در واقع ما یک بخش حقوقی داریم که به خصوص در این مورد به حقوق بین‌الملل و
رژیم حقوقی منع گسترش سلاح اتمی از جانب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برمیگرده. یه بخش بهره برداری های دیپلماتیکی هستش که اعضای بازیگر سر میز انجام میدن. در واقع این دو کاملا باید از هم مجزا بشه. کاری که فرانسه انجام داد به باور من بهره برداری از نتیجه اون چیزی بود که روی میز اتفاق افتاد و به حال به سود خودش، طرف فرانسوی هم داره به این مسئله فکر میکنه، به سود خودش در ارتباط با اسرائیل، در ارتباط با عربستان، عربستان با اسرائیل، اینها بازی‌های دیگری هستش که در اطراف این میز صورت میگیره. ولی خود چیزی که در روی میز هست یک بخش حقوقی مشخص داره و اون بخش حقوقی مشخص قابل انعطاف پذیری خیلی زیادی هم نیست. من همونطور که توضیح دادم در آرتیکل 4 یا بند 4 NPT گفته میشه که اعضایی که امضا کننده هستن میتونن که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشن، ولی هیچ صحبتی در مورد غنی‌سازی نمیشه. ایران از این موضوع داره استفاده میکنه، یعنی میگه که غنی‌سازی من هم بخشی از فعالیت من در به سوی صلح‌آمیز بودن برخورداری انرژی هسته‌ای است. طرف امریکا این رو قبول نداره، انگلیس هم این رو قبول نداره، به خصوص آمریکا و انگلیس، و میگن که مشکل اصلیشون با مسئله غنی‌سازی است. من اونجا توضیح دادم که کشورهایی مثل استرالیا برای مثال، اینا حدود 10,000 تن به صورت سالانه دارن اورانیوم صادر میکنن. این مقدار رو خب خیلی طبیعیه، یه کار اقتصادی است. شما میتونید اورانیوم رو به صورت خام صادر بکنید یا کیک زرد صادر بکنید، میتونید اینو تبدیل به رادش بکنید، به سوخت تبدیلش بکنید و با قیمت بالاتر تو بازار بفروشید. ولی استرالیایی ها آمدن نشستن و دیدن که این کار به نفعشون نیست، یعنی اصلا چرخه سوخت درست کردن به نفعشون نیست با وجود اینکه این همه اورانیوم دارن. در ازاش ایران که اورانیومی نداره به اون ترتیب، یعنی در مقایسه با استرالیا بسیار ناچیزه. اون چیزی که گفته میشه، البته عددها مختلفه، ما متاسفانه دسترسی آماری درستی نداریم، ولی گفته میشه کل ذخیره اورانیوم ایران حدود 3,000 تنه. بنابراین این که جمهوری اسلامی مطرح میکنه که ما میخوایم چرخه سوخت بومی داشته باشیم یک دروغه، به این خاطر که این امکان پذیر نیست، اورانیومش رو نداره. اورانیومی هم که تا حالا در کیک به صورت کیک زرد در اومد و بعد رفتش در نتنز در سانتریفیوژ ها، اورانیوم بودش که گفته میشه از آفریقای جنوبی ایران خریده. بنابراین کل بحث چرخه سوخت زیر سوال هستش و این تکنولوژی با تکنولوژی راکتور اتمی متفاوته. باز در قراردادی که بین روسیه و ایران بسته شده، روسیه قرار شده که راکتور اتمی بوشهر رو بسازه و همچنین ضمانت بکنه که سوختش رو تامین بکنه. به نفع روسیه است که سوختش رو به ایران بفروشه. ایران هم از طرف دیگه به نفعش هستش که سوخت رو از بازار تهیه بکنه، حالا از یورنکو مثلا تهیه بکنه، یورنکو نداد در گذشته، بیاد از روسیه این رو تهیه بکنه، به جهت اینکه ما تکنولوژی دفن زباله اتمی یا هر گونه ریسایکل کردن زباله اتمی رو نداریم. بنابراین ما مشکل دیگری که در این زمینه داریم اصلا امنیت مسئله فرآورده های سوختیمون هستش. اما وقتی که از بیرون از بازار بخریم، میتونیم که طبق همون قرارداد پس بدیم و زباله از کشور بره بیرون. از طرف دیگه الان باز عددها گفتم مختلف، اسرائیل مطرح کرده که حدود 40 میلیارد دلار تا به حال فقط خرج چرخه سوخت ما شده. خب این رو با یک حساب سرانگشتی حساب بکنید، ما تقریبا بین 4% تا 10% میخوایم به انرژی، یعنی در انرژی کشور صرفه‌جویی بکنیم به صورت سالانه. اینو حساب بکنیم صدها سال
صدها سال طول میکشه تا بتونیم با صرف جویی انرژی ما این سرمایه رو برگردونیم، که خب خیلی احمقانه است. طرف مقابل اینو نگاه میکنه میگه که پس شما به یه دلیلی بجز اینها دنبال چرخه سوخت رفتید، یعنی در واقع برای داشتن یک لیوان شیر رفتید یه گاو خریدید، این باید دلیل دیگری داشته باشه. شما به این نتیجه میرسید که شما فکر میکنید که ایران در واقع دیل بریکر بوده، یعنی جلوی امضای قرارداد رو گرفته در آخرین لحظه یا امضا نکرد، در صورتی که قرارداد آماده بوده تا روز شنبه که اینها امضا کنند. و وقتی آقای کری رسیده، اینو من از زبان یک کسی میگم که از زبان آقای گرت پورتر میگم که یک روزنامه‌نگار تحقیقی هستش و تاریخ نگار هم هست و در بسیاری از سایت های معروف اینترنتی مثل salon.com و اینا مقاله می نویسه. او مدعی بر این هستش که در واقع همون چیزی که حدس زده میشه، یعنی فرانسه در آخرین لحظه حرفش رو عوض کرده و مطالبات بیشتری داشته از ایران، و وقتی آقای کریم به ژنو میرسه اول باز با آقای لورن فابیوس صحبت میکنه و او رو بریف میکنه که چه خواهد گفت، و آقای کری تا آخرین لحظه با کسان دیگری که با اعضای دیگر پنج به علاوه یک مشاوره نمیکنه، فقط روز آخر میره میگه که فرانسه میگه ما این رو میخوایم، بعد گروه ایران هم خب قبول نمیکنه طبیعتا، و بعد آقای کری در یک مصاحبه بعد از اون جریان، بعد از اینکه دیل به هم میخوره، فوری میاد میگه که همه چی آماده بوده، ایران نخواسته امضا کنه، و ما نمیدونیم چطور شد که ناگهان این تیم ایران، تیم مذاکره کننده ایران، تصمیم گرفتن که به تهران برگردن. بنابراین شما الان مسئلتون اینه که علت به هم خوردن این جریان این بودش که اینها متوجه شدن که ایران شفافیت نداره در صحبتاش، در صورت که قرارداد آماده امضا بوده. چطور اینا به نتیجه رسیدن و چطور آوردنش روی میز و موافقت کردن و به مرحله امضا رسیدن؟ درسته. ببینید، من در پاسخ به سوال قبل شما بیشتر زمینه رو مطرح کردم، یعنی اینکه چه چیزی عامل بی‌اعتمادی شده و چرا ما باید تفکیک کنیم بین این دو تا تکنولوژی، یعنی تکنولوژی صلح‌آمیز که در راکتور شما مصرف برق دارید با مسئله سوخت. اما وقتی که میرسیم به مذاکرات، داستان پیچیدگی های دیگری پیدا میکنه. من میتونم این رو با یک سوال بپرسم: چرا اگر فرانسه کسی بوده که این معامله رو به هم زده، چرا آقای کری مثلا مطرح نکرد؟ چرا آقای کری حتی این مسئله رو انکار کرد، گفتش که ما با هم هیچ مشکلی نداریم، هیچ اختلافی بین پنج به اضافه یک نبوده و مشکل ایران هستش؟ نه تنها مطرح نکرد، این موضوع نگفت، بلکه حتی روپوشانی هم کرد. در حالی که بیایم یه مثال دیگه بزنیم در مورد سوریه، وقتی که نظام بین الملل خیلی همکاری نکردن با آمریکا، آقای اوباما رفتش در سوئد، برگشت گفتش که این کار اگر صورت نگیره اعتبار من زیر سوال نیست، اعتبار جامعه بین المللی زیر سواله، یعنی جامعه بین المللی رو به چالش کشید. الان اینجا هم آقای کری میتونستش آقای فابیوس رو به چالش بکشه، بگه مشکل اگر شما این کار انجام ندید، ایران با ما راه اومده، این همکاری اگر نکنید قضیه به جنگ کشیده میشه. در حالی که باز یک مثال دیگه دارم، آقای کری این صحبت رو میره با کنگره میکنه، به کنگره آمریکا، نه به آقای فابیوس، به کنگره آمریکا میگه که اگر شما تحریما رو اضافه بکنید ما چاره‌ای نخواهیم داشت به جز جنگ. خب ببینید، همین آقای گرت باز با تحقیقاتی که کرده گفته که در تمام مراحل این مذاکره تیم آمریکا به خصوص
آقای نتانیاهو رو در جریان گذاشته بوده. یعنی آقای نتانیاهو دقیقه به دقیقه میدونسته که البته حرفا رو نمیتونسته بشنوه ولی نتایج رو میدونسته که چه خواهد شد. و در این حال نتانیاهو یک نماینده خیلی نزدیک به آقای اولاند داشته در فرانسه که رئیس لیگ یهودیان فرانسه هستش، او مرتب فشار می آورده به فرانسه که باید نباید این کار به نتیجه اصلی برسه مگر اینکه این خواسته ها برآورده بشه. و وقتی این چنین بوده و اینقدر تحقیقات شده، نمیدونم آقای گرت از کجا، آقای گرت پورتر از کجا اینقدر دقیق این رو میدونه، بالاخره روزنامه نگاره و خوب. ولی ایشون به سوال من پاسخ نمیده. سوال من کماکان بدون پاسخ میمونه که چرا آقای کری این مسئله رو مطرح نکرده. رو درواسی دارن با فرانسه؟ نه مطرح کرده. نه نگفتن که در آخرین لحظه طبق گفته ایشون مطرح شده، منتها مشاوره با بقیه اعضای پنج به علاوه یک نشده، فقط با فرانسه صحبت کرده. فرانسه بوده که وقتی آقای کریم میرسه به ژنو، آقای فابیوس بوده که میاد با آقای کری صحبت میکنه و میگه که ما اینها رو میخواییم و الا قرارداد رو امضا نخواهیم کرد. خب و در آخرین لحظه میاد این صحبت میکنه و همه رو در واقع سورپرایز میکنه در آخرین اینجوری که خب با این حال ببینید، شما خودتون رو جای آقای کری بذارید، ما بعد ببینیم که چه ملاحظاتی پشت این قضیه هستش. آیا آقای کری داره دروغ میگه؟ به این صراحت میگه هیچ اختلافی بین ما نبود. آقای کری رسما میاد این رو در مقابل خبرنگارها مطرح میکنه که هیچ اختلافی بین ما نبود. و پس یک دروغی رو گفته، یعنی واقعا اختلافی داشته. از طرف دیگه ببینید، به نظرم ساده اندیشانه است که فکر کنیم که یک مسئله به این اهمیت داشته پیش می رفته. مسئله آمریکا با ایران، مسئله شاید مهمترین مسئله امنیت بین المللی که در حال حاضر در جهان در جریان هستش، و آمریکا هم آماده بوده، همه چیز روی میز بوده برای توافق، و یک دفعه فرانسه میاد این وسط موش میدونه و این توافق صورت نمیگیره و آمریکا با این مسئله کنار میاد، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. اما این سناریو رو جور دیگه هم میشه دید، و اون این هستش که قبل از اینکه به آقای فابیوس و صحبت‌های آقای فابیوس برسیم، آقای فابیوس یه صحبت‌هایی رو می‌کنه دقیقاً با رادیوی فرانسه قبل از مذاکرات و توضیح میده، اونجا سورپرایز هم نمی‌کنه، اونجا دقیقاً توضیح میده که چه چیزهایی رو می‌خواد و همین حرفایی رو که زده عیناً همون موقع میگه، بنابراین هیچ سورپرایز در کار نبوده. صحبت‌هایی که آقای فابیوس می‌کنه اشارش به این هستش، یکی مسئله راکتور عراق هست، آب سنگین عراق هستش که در واقع پلوتونیوم بیس هست، بعد و یکی دیگه به سه تا مسئله اشاره میکنه. این مسئله راکتور آب سنگین عراق از دید روزنامه نگارانی که خب الزاماً متخصص هم نیستن توی مسئله امنیت بین الملل خیلی جلوه میکنه، این رو بروزش میدن و در رسانه ها میبینیم تکرار میشه. ولی دو تا نکته دیگه هم میگه که مورد توجه قرار نگرفت. یکیش که به نظر من مهمترینش هست اینه که میگه که ما نمیتونیم توافق چند مرحله‌ای داشته باشیم. من این رو میخوام توضیح بدم. سومین موضوعی که او میگه، میگه که ما برای تحریم ها زحمت زیادی کشیدیم، تحریم ها مدت زیادی طول کشیده تا به نتیجه برسه و تاثیرگذار باشه و الان داریم تاثیرش رو میبینیم. بنابراین نگرانی من این هستش که این تحریم ها اگر برداشته بشه و یا سیاست غلطی در موردش گذاشته بشه، ما این زحمتی که کشیدیم که تا اینجا ایران رو وادار کردیم به اینجا بیاد، حتی در واقع با تحریم ها روی انتخابات ایران اثر گذاشتیم، چه بسا یعنی الان کسانی که مسئله حل شدن مشکل آمریکا و ایران رو نگاه میکنن نباید فراموش بکنن
که اگر فشار تحریم ها نبود شاید الان آقای جلیلی رئیس جمهور ما بود. با توجه به این مسئله میگه که تحریم ها رو هم نباید خراب بکنیم. مثالی که من برای این موضوع میزنم و همونطور در فیسبوک هم چند بار بهش اشاره کردم، مثال پشه بنده. شما پشه بند رو چه سوراخ کوچیکی بکنید چه یک جا برچینیدش هیچ فرقی نمی کنه، چون سوراخ کوچیک هم پشه میاد تو. حالا سوراخ کوچیک برای ایران چه معنایی داره؟ ببینید، ایران بیش از 3 دهه هست که با تحریم مواجهه و بنابراین از هر کشور دیگری مهارت بیشتری کسب کرده تا تحریم ها رو دور بزنه، از هر کشور دیگری مهارت بیشتری کسب کرده تا از بازار سیاه استفاده بکنه. سوراخ کوچیک در پشه بند در واقع یعنی کمپانی های کوچیک، یعنی قرارداد های کوچیک. وقتی سوراخ رو باز میکنید، کمپانی های بزرگ، کمپانی های نفتی مثلا توتال، شل یا هر چیز دیگه، یا کسانی که کمپانی های بیمه بزرگ، اینها نمیتونن از سوراخ رد بشن و اینا کماکان در پشت تحریم میمونن و رژیم حقوقی تحریم اونها رو مانع میشه که بتونن با ایران قراردادی داشته باشن. ولی کمپانی های کوچیکی که وجود دارن، ترانزکشن های مالی که صورت میگیره، اینها به سادگی دیگه میتونن این کار انجام بدن، از سوراخ کوچیک پشه بند رد بشن، به خصوص در دبی برای مثال، یا در کشورهای آسیای میانه. و خیلی هم ساده هستش، از جهت حقوقی بهش نگاه کنید. یه کمپانی میاد با ایران شروع میکنه کار کردن، بعد آمریکایی‌ها میگن که آقا ما تحریم‌هایی که، یاد حالا به هر حال هر اتوریتی که هستش، 5+1 میگه که ما تحریم‌هایی که برداشتیم، اون بخشی که برداشتیم شامل این ترانزکشن‌هایی که شما الان انجام دادید نمیشه. حالا قضیه رو به کورت بکشن، دعوا بکنن، اصلا کل قضیه برداشته میشه. ایران خیلی امتیاز بزرگی، یعنی سود بزرگی از سوراخ کوچیک پشه بند خواهد برد، در ازاش چیز زیادی نمیده. اما آقای فابیوس داره میگه که خب اگر ما قراره که این فابریک پشه بند رو که با این زحمت بافتیم، و یه نکته دیگر هم اجازه بدید اینجا عرض کنم که اولین بار چنین تحریم هایی در تاریخ بین الملل و در حقوق بین الملل به این ترتیب گذاشته میشه، و از طرفی اولین بار هم هستش که بحث برداشتن مرحله تحریم ها به وجود میاد. تا به حال هیچ کدوم از اعضای شورای امنیت از 5+1 یا دیگران چون این تجربه نداشتن، بنابراین اعتماد به نفس کافی هم ندارن که اگر تیکه تیکه بردارن نتایجش چه خواهد بود. این یه تجربه جدید بین المللی هست. آره میدونم که، ولی از نظر به خاطر ضیق وقتی که ما داریم میدونم که این بحث میتونه خیلی طولانی تر از این بشه. حالا یک شایع بزرگ دیگری هست قبل از اینکه جلسه فردا، امروز سه‌شنبه است ما داریم با هم صحبت میکنیم، فردا چهارشنبه دور بعدی مذاکرات شروع میشه در ژنو دوباره، و شایعه بزرگی که هست که البته بر مبنای چیزایی که لیک کرده این هستش که ایران و آمریکا به طور محرمانه با هم صحبت کردن که حتی اگر فرانسه پاش رو محکم روی زمین بگذاره و بگه که خواسته های من اینه، هنوز هم من تن به این کار نمیدم، ایران و آمریکا دور خواهند زد این کنفرانس رو و با هم کنار خواهند آمد. حالا شما، ما نمیدونیم، روز جمعه برنامه ما پخش میشه، احتمالا تا اون روز ما میتونیم اعلام کنیم که چی شده، و شما چی حدس میزنید با تمام این اتفاقایی که افتاده؟ احتمال داره اینها هم دیگر دیده باشن، با هم صحبت کرده باشن، شما چه حدسی میزنید؟ به نظر من هم قابل پیشبینیه، هم منطقیه و هم کار درستیه اگر صورت بگیره. به این دلیل که اتفاقا من میخواستم این رو از در سوال قبلی شما اشاره بکنم. ببینید، آمریکا به همین جهت، در واقع مثالی که من میزنم، پشه بند رو مطرح میکنم، با توجه به این، وقتی آقای جان کری مطرح میکنه که ما نه کور هستیم نه احمق، داره به همین اشاره میکنه که ما میدونیم اگر سوراخ کوچیکی در این ایجاد بکنیم، با توجه به تسلطی که ایران به بازار سیاه داره، میتونه خیلی منافع زیادی ازش کسب بکنه. آمریکا به همین جهت، اونطور که ما شنیدیم،
هنوز هیچ رسمیتی پیدا نکرده، ولی بنا بود که دارایی های بلوکه شده ایران رو بخشیش رو پس بده، نه تحریم ها رو برداره. یعنی میخواستش از ابتدا از خارج از چارچوب تحریم ها در واقع یک امتیازاتی به ایران بده. به نظر من تا اونجایی که به عنوان یک ناظر نگاه میکنم کار منطقی هستش. خب حالا حدس میزنید که روز نتیجه این مذاکرات دور بعدی این احتمال وجود داره. ببینید 5 به اضافه 1 بزرگترین اتوریتی تو تحریم ها هستش. ما 4 چارچوب تحریم داریم. تحریم های خود اروپا، اتحادیه اروپا، تحریم های آمریکا که شامل خزانه داری و کنگره میشه، تحریم های شورای امنیت و تحریم های 5 به اضافه 1. بزرگترین اتوریتی تو تحریم ها 5 به اضافه 1 هستن. اگر 5 به اضافه 1 با ایران توافق بکنه، ایران دیگه باید عروسی بکنه، یعنی همه چیز رو در اختیار داره. بنابراین اتفاقا شاید بهترین راه اینه، تجربه جدیدی هست همونطور که عرض کردم تو مسائل بین الملل، بهترین راه این هستش که ما از اتوریتی بالاتر بیایم کنار. دور زدن نیست، این با توافق همگانیه. همگی توافق میکنن که ما در چارچوبی کوچکتر از 5 به اضافه 1 یا به صورت بایلترال، یعنی دو جانبه، شروع کنیم یه مقداری به ایران امتیاز بدیم. از اون طرف هم از ایران میخوان که یک سندی رو بیاد مطرح بکنه که یک ضمانت کامل و روشنی به اینها بده که اگر میخوان یه بخشی از تحریم ها رو بردارن، اون ضمانت قابل اجرا باشه. یه صحبتی رو طرف غربی میکرد، میگفتش که تحریم ها قابل بازگشت هستن. این اعتماد به نفس رو ندارن که واقعا تحریم ها قابل بازگشت باشن. سپاسگزارم ازتون، بحث بسیار خوبی بود و امیدوار هستم که تا در سانفرانسیسکو هستین ما بتونیم بیشتر از وجودتون استفاده کنیم. من هم خوشحال خواهم شد. ممنون از شما. بینندگان گرامی، در پایان برنامه این هفته شایسته است که سپاسگزاری بکنم از میهمانان برنامه، آقایان دکتر حسین باقرزاده و مهدی جلالی تهرانی، و از تهیه کنندگان این برنامه همکاران صمیمی خودم رامین کلانی و آیدا مظلومی، و همچنین در آخر ولی نه کمتر سپاسگزاری میکنم از بخش فنی تلویزیون اندیشه و مدیریت این تلویزیون که پخش این برنامه رو میسر کردن. تا برنامه دیگر، بدرود.